ماهی ها رنگ لجن گرفتند. رودخانه کارون با 950 کیلومتر طولانی ترین رودخانه ایران از ارزشمندترین سرمایه های زیست محیطی مردم ایران بوده است. اما این رودخانه هم مثل دریاچه ارومیه و زاینده رود و تالاب های خوش شده دیگر مورد تعرض پلیدی های حاکمیت آخوندی قرار گرفته و سیاست های غارتگرانه ولایت فقیه این رودخانه را هم به روز سیاه نشانده. الان ببین حتی مایا رنگ لجن گرفت. خدا راضی میشه این چیز بامون میدن بخوریم. سدسازی های بیرویه بر روی رودخانه کارون و روانه کردن فاضلاب صنعتی و خانگی و پساب های کشاورزی به آن، این رودخانه خروشان میهن ما را که منشأ حیات بخش عظیمی از خاک ایران است، به تدریج روبه نابودی میبرد. یکی از عواقب سدسازی های بیرویه که در راستای منافع اقتصادی سپاه پاسداران صورت میگیرد، علاوه بر تغییر بافت طبیعی و زیستی منطقه، برای مردم هم مشکلات و فجایع بسیاری در پی داشته است. غرق شدن 12 سرنشین یک مینیبوس در آبهای پشت یک سد یکی از این فجایع بود. بر اساس گزارش ها تا به حال دست کم 40 تن در عبور از دریاچه های آبهای پشت سد غرق شدند. به گزارش یکی از سازمان های مردم نهاد منطقه زاگرس میانی، طی 3 سال اخیر در پی احداث سد کارون 3 بیش از 16,000 بومی این منطقه آواره شهرها شده و راه ارتباطی این روستاها مسدود و ساکنانش در محاصره آبند و یا آواره حاشیه اهواز و شهرهای دیگر شدند. از سوی دیگر تمام فاضلاب شرق اهواز و 30% فاضلاب غرب این شهر در این رودخانه ریخته می شود. چند ساله داریم ماهیگیری به این فاضلاب رو گرفتن تو کارون، آب کثیف، آلوده، لاشه برنس و سگ، گاو، هر حیوانی که بیاد جلومون رد میشه. اینجا لجن زیاده، آب کثیفه، ما چطور آب بخوریم؟ به این مسئولین کجا خوابیدن؟ چرا اهمیت نمیدن؟ همینجا پشت میز نشستن هیچ کار اهمیت مردم نمیدن؟ این آب اهوازه، این کارونه؟ رژیم آخوندی تاکنون میلیاردها دلار جهت تصفیه آب و تأمین آب شرب شهرهای خوزستان پول اخاذی کرده، اما هیچ خبری از آب آشامیدنی سالم برای مردم نیست. آش آنقدر شور شده که شمس الله بهمه‌ای عضو مجلس ارتجاع از رامشیر و رامهرمز در ابتدای مرداد امسال در مجلس ارتجاع به گوشه ای از این موضوع اعتراف کرد. آیا میدانی زن و مرد کودک رام هرمز و رام شیر باید بشه های 20 لیتری آب تصفیه را از میادین و چهارراه تا منزل به دوش بکشند؟ آیا میدانی مردم ابوالفارس، مشراگه، رودزر، سلطان آباد، شابه ها، کهله ها، رومیله، ملهه، شکریات، سدره و ریحانه در هر 48 ساعت 2 ساعت آب لوله کشی دارند؟ آیا باورت می شود تعدادی از روستاهای رامشیر مانند چایوفی، فره، مسلمیه، غدیر و رویزاد اصلا آب لوله کشی ندارند، در حالی که لوله های آب شرکت نفت از کنار این روستاها می گذرد؟ علاوه بر مردم تشنکام خوزستان که در روستاهای کنارهای کارون همچنان از بی آبی می سوزند، مردمانی که در اطراف خود کارون زندگی می کنند از آلودگی و بوی بد آن نه تنها کسب و کار بلکه زندگیشان نیز مختل شده است. نمیرسم به کار ما، نمیرسم آب و فاضلاب بود. بعد میگن مریضی میاره، بابا میاره، نمچی میاره، بچه میاره، بابا کجا میاره؟ بابا از همین این فاضلابه، فاضلاب محلات، یعنی حساب فاضلاب دشویای مطبوع مردم که بیاد کجا میاد؟ میاد اینجا میرزه جلو ما. بعد از یه ساعت ما میریم خونه تشنمون میشه، ما اینه میخوریم. اینه کی گفته؟ خدا بکیریم ما انسان نیستیم؟ یا فاضلاب چوب فاضلاب ها رو یک کاری بکنم بریزن جای دیگه بره، نبرید توشی که ما خودمون داریم بخوریم. بفرم. همش
تأثیر لجن و کثافت و این چیزایی که بهمون میدن میخوریم. باید الان که پورش قرمز مثل طلا باشه. الان ببین حتی مایا رنگ لجن گرفت. خدا راضی میشه این چیز بهمون میدن بخوریم. بله، پلیدی های رژیم ولایت فقیه همه جای ایران را فرا گرفته است و از این روست که از آبهای کارون نیز صدای استمداد برای نجات به گوش می رسد.